أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام میم رومیان مغلوب شدند و این شکست در سرزمین نزدیکی رخ داد اما آنان پس از این مغلوبیت به زودی غلبه خواهند کرد در چند سال همه کارها از آن خداست چه قبل و چه بعد از این شکست و پیروزی و در آن روز مؤمنان به خاطر پیروزی دیگری خوشحال خواهند شد به سبب یاری خداوند و او هر کس را بخواهد یاری می دهد و او صاحب قدرت و رحیم است این وعده ایست که خدا کرده و خداوند هرگز از وعده اش تخلف نمی کند ولی بیشتر مردم نمی دانند آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و از آخرت غافلند آیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و برای زمان معینی نیافریده است ولی بسیاری از مردم رستاخیز و لقای پروردگارشان را منکرند آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟ آنها نیرومندتر از اینان بودند و زمین را برای زراعت و آبادی بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند اما آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند خداوند هرگز به آنان ستم نکرد آنها به خودشان ستم می کردند سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند خداوند آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند سپس شما را به سوی او باز می گردانند آن روز که قیامت برپا می شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می روند و برای آنان شفیعانی از معبودانشان نخواهد بود و نسبت به معبودهایی که آنها را همتای خدا قرار داده بودند کافر می شوند روز که قیامت برپا می گردد مردم از هم جدا می شوند ما آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند در باقی از بهشت شاد و مسرور خواهند بود اما آنان که به آیات ما و لقای آخرت کافر شدند در عذاب الهی احضار می شوند منزه است خداوند به هنگامی که شام می کنید و صبح می کنید حمد و ستایش مخصوص اوست در آسمان و زمین و به هنگام عصر و هنگامی که ظهر می کنید او زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده و زمین را پس از مردنش حیات می بخشد و به همین گونه روز قیامت از گورها بیرون آورده می شوید از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید سپس به ناگاه انسانهایی شدید و در روی زمین گسترش یافتید از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند از آیات او آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت زبان ها و رنگ های شماست در این نشانه هایی است برای عالمان از نشانه های او خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان برای بهره گیری از فضل پروردگار
در این امور نشانه هایی است برای آنان که گوش شنوا دارند. و از آیات او این است که برق و رعد را به شما نشان می دهد که هم مایه ترس و هم امید است. ترس از صاعقه و امید به نزول باران. و از آسمان آبی فرو می فرستد که زمین را بعد از مردنش به وسیله آن زنده می کند. در این نشانه هایی است برای جمعیتی که می اندیشند. از آیات او این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست. سپس هنگامی که شما را در قیامت از زمین فراخواند، ناگهان همه خارج می شوید. از آن اوست تمام کسانی که در آسمان ها و زمینند و همگی در برابر او خاضع و مطیعند. او کسی است که آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند و این کار برای او آسان تر می باشد و برای اوست توصیف برتر در آسمان ها و زمین و اوست توانمند و حکیم. خداوند مثالی از خودتان برای شما زده است. آیا اگر مملوک و برده ای داشته باشید، این برده های شما هرگز در روزی هایی که به شما داده ایم شریک شما می باشند؟ آنچنان که هر دو مساوی بوده و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنان بیم داشته باشید، آنگونه که در مورد شرکای آزاد خود بیم دارید؟ این چنین آیات خود را برای کسانی که تعقل می کنند شرح می دهیم. ولی ظالمان بدون علم و آگاهی از هوا و هوسهای خود پیروی کردند. پس چه کسی می تواند آنان را که خدا گمراه کرده است هدایت کند؟ و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود. پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار. ولی اکثر مردم نمی دانند. باید در حالی باشد که شما به سوی او بازگشت می کنید و از مخالفت فرمان او بپرهیزید، نماز را برپا دارید و از مشرکان نباشید. از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته ها و گروه ها تقسیم شدند. و عجب این که هر گروهی به آنچه نزد آنهاست خوشحالند. هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد، پروردگار خود را می خوانند و توبه کنان به سوی او باز می گردند. اما همین که رحمتی از خودش به آنان بچشاند، به ناگاه گروهی از آنان نسبت به پروردگارشان مشرک می شوند. بگذار تا نعمتهایی را که ما به آنها داده ایم کفران کنند و از نعمتهای زود گذر دنیا هرچه می توانید بهره گیرید. اما به زودی خواهید دانست که نتیجه کفران و کامجویی های بی حساب شما چه بوده است. یا ما دلیل محکمی بر آنان فرستادیم که از شرکشان سخن می گوید و آن را موجه می شمارد؟ و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم از آن خوشحال می شوند و هرگاه رنج و مصیبتی به خاطر اعمالی که انجام داده اند به آنان رسد، ناگهان مایوس می شوند. آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟ در این نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند. پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن. این برای آنها که رضای خدا را می طلبند بهتر است و چنین کسانی رستگارانند. آنچه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت.
و آنچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید مایه برکت است و کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند. خداوند همان کسی است که شما را آفرید، سپس روزی داد، بعد می میراند، سپس زنده می کند. آیا هیچ یک از همتایانی که برای خدا قرار داده اید چیزی از این کارها را می توانند انجام دهند؟ او منزه و برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند. فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است. خدا می خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید به سوی حق بازگردند. بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چگونه بود. بیشتر آنها مشرک بودند. روی خود را به سوی آیین مستقیم و پایدار بدار پیش از آن که روزی فرا رسد که هیچ کس نمیتواند آن را از خدا بازگرداند. در آن روز مردم به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند. هر کس کافر شود کفرش بر زیان خود اوست و آنها که کار شایسته انجام دهند به سود خودشان آماده می‌سازند. این برای آن است که خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند از فضلش پاداش دهد. او کافران را دوست نمی دارد. از آیات خدا این است که بادها را به عنوان بشارتگرانی می فرستد تا شما را از رحمتش بچشاند و کشتیها به فرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره گیرید، شاید شکرگزاری کنید. و پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم، آنها با دلایل روشن به سراغ قوم خود رفتند، ولی هنگامی که اندرزها سودی نداد از مجرمان انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری کردیم و یاری مؤمنان همواره حقی است بر عهده ما. خداوند همان کسی است که بادها را می‌فرستد تا ابرهایی را به حرکت درآورند، سپس آنها را در پهنه آسمان آنگونه که بخواهد می‌گستراند و متراکم می‌سازد. در این هنگام دانه‌های باران را می‌بینی که از لابلای آن خارج می‌شود. هنگامی که این را به هر کس از بندگانش که بخواهد برساند ناگهان خوشحال می شوند. قطعاً پیش از آن که بر آنان نازل شود مایوس بودند. به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند. چون این کسی که زمین مرده را زنده کرد زنده کننده مردگان در قیامت است و او بر همه چیز تواناست. و اگر ما بادی بفرستیم داغ و سوزان و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند مایوس شده و پس از آن راه کفران پیش میگیرند. نمی توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی و نه سخنت را به گوش کران هنگامی که روی برگردانند و دور شوند. و نیز نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی. تو تنها سخنت را به گوش کسانی می رسانی که ایمان به آیات ما می آورند و در برابر حق تسلیمند. خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید، سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید و باز بعد از قوت ضعف و پیری قرار داد. او هر چه بخواهد می آفریند و دانا و تواناست. و روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی در عالم برزخ درنگ نکردند. این چنین از درک حقیقت بازگردانده می شوند. ولی کسانی که
علم و ایمان به آنان داده شده میگویند: شما به فرمان خدا تا روز قیامت در عالم برزخ درنگ کردید و اکنون روز رستاخیز است، اما شما نمی دانستید. آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد و توبه آنان پذیرفته نمی شود. ما برای مردم در این قرآن از هر گونه مثال و مطلبی بیان کردیم و اگر آیه ای برای آنان بیاوری، کافران می گویند شما اهل باطلید و اینها سحر و جادوست. گونه خداوند بر دلهای آنان که آگاهی ندارند مهر می نهد. اکنون که چنین است، صبر پیشه کن که وعده خدا حق است و هرگز کسانی که ایمان ندارند تو را خشمگین نسازند.